بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، سلام به شما بینندگان عزیز و ارجمند. خیلی خوش اومدید، همراهتون هستیم از تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی تهران با رقابت‌های جذاب لیگ برتر که امروز هم با ادامه رقابت‌ها در گروه نخست مسابقات دنبال خواهد شد. تیم‌های اول و دوم به مردم هم ساعت مثل که ما هم شهردار گلگان، شک نکنید که دیدار فوق‌العاده جذاب و دیدنی است در تعقیب رقابت‌های روز گذشته که بریم نگاه کنیم به چند نمایی مصور ببیشه بازی که شب گذشته از ساعت 17:30 دقیقه آغاز شد و پخش زنده از شبکه ورزش تقدیم حضورتون کردیم، جایی که نظم‌آوران سیرجان موفق به شکست کاله شدند و در نمایی که ببینیم با نتیجه 88-82 بازی بسیار جذابی بود، در این حالی که به حال کاله موفق شد به حال در نیمه نخست کوارتر رو پشت سر بذاره با برد. در نهایت کوارتر سوم در واقع نظم‌آوران فوق‌العاده کار کردن، با فاصله امتیازی 15 تا و شرایط رو تغییر دادن، 5 تا بالا شدن در نیمه دوم، علاوه بر 10 امتیاز رو در نیمه پایی رو نیمه نخست عقب بودن و تونستن در نهایت با این اختلاف امتیازی اندک کار خودشون رو با برد همراه کنن. دیدارهایی که تو گروه نخست برگزار شد که البته یک دیدار هم لغو شد، تقابل مربوط پالایش نفت آباد خانه بسکتبال خوزستان که اشاره کردم تیم خانه بسکتبال خوزستان طبق اعلام و تایید مستندات پزشکی بازیکنانش به بیماری منحوس کرونا به حال مبتلا هستن. بریم ببینیم جدول رو در گروه نخست رقابت‌ها. شهرداری گرگان، صنعت مثل کرمان، تیم‌های اول و دوم جدول، تو شرایطی که شهرداری گرگان از سه بازی خودش تونسته سه برد رو کسب بکنه، ضمن اینکه تفاضل گلش رو نگاه کنیم 59 هست و عملکرد بسیار خوبی داشته، تو گل‌های زده 265، گل‌های خورده 206 در سه بازی گذشته رو ثبت کرده. صنعت مثل کرمان هم دو برد و البته یک شکست رو در کارنامه خودش داره با تفاضل گل 13 و 5 امتیاز. نظم‌آوران به همون ترتیب پالش نفتان، کاله، زباهن، اصفهان، شرکت تیم‌های دیگه هستن. بدترین تیم هم تا به اینجا که به حال نیروی زمینی بوده که از سه بازی خودش سه شکست رو داشته. بازی امروز رو ببینیم ساعت 15 شرکت گرگان ساعت مثل که ما 17:30 دقیقه زباهن اصفهان نیروی زمینی تهران. بریم با محمد حسن واحد و آغاز نیمه نخست. لذت ببرید از بسکتبال. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و عرض ادب و احترام حضور همه شما بینندگان عزیز، همراهان دوست داشتنی و صمیمی شبکه ورزش. من محمد حسن واحد همراهتون هستم از این لحظه از تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی تهران با گزارش رقابت بسکتبال تیم‌های شهرداری گرگان و صنعت مثل کرمان از هفته چهارم رقابت لیگ برتر بسکتبال، جایی که این مسابقه از گروه الف رقابت‌ها قرار تا لحظه دیگر آغاز بشه و سفیدپوشان شهرداری گرگان زودتر به زمین اینم آخرین توصیه های محمد رضا اسلامی به شاگردان خودش در تیم مثل کرمان که تا لحظه دیگر نارنجی پوشان مثل هم به زمین مسابقه میان تا اولین مسابقه امروز برگزار بشه. بازیکنان هر دو تیم، نجفی صدیقی و همراه رسول مظفری، پریپتی و میثم میرزایی، پنج بازیکن تیم شهرداری گرگان هستن که زودتر به زمین مسابقه اومدن. اینم چهره داوران مسابقه، سردابر بازی محمد دوست، سروش خادم الحسینی داور اول و فرزاد اعتقادم به عنوان داور دوم در این مسابقه از توی فدراسیون انتخاب شدن. وظیفه نظارت بازی هم به عهده آقای مهدی معینی است. اینم چهره بازیکن کهنه‌کار و کاپیتان تیم
صنعت مس کرمان اسخر کاردوس که با کوله باری از تجربه و سالها بازی در تیم‌های مختلف باشگاهی و البته تیم ملی بسکتبال کشورمون در ترکیب تیم مس کرمان حضور داره. بین طرفین بین میثم میرزایی و اسخر کاردوس به پرواز در میاد و زودتر این سفید پوشان شهرداری گرگان هستن که توپو در اختیار میگیرن، اولین حمله بازی رو تدارک میبینن. پری پتی بازیکن ناماشنا، ستاره‌ای که سال‌هاست داره در بسکتبال ایران بازی می‌کنه، صاحب توپه، گوشه زمین توپو در اختیار داره، پرتابش هم انجام میده، توپش هم به امتیاز رسید. اولین پرتاب بازی، یک پرتاب دو امتیازیه که حالا پریپتی هم داره چونه میزنه با داور، میگه که پرتاب باید سه امتیازی باشه. دو امتیاز ثبت شده روی تابلو. ویلیامز یار خارجی تیم صنعت بس به سمت سبد پاسو رسون و رضا آذرشاه نخستین دو امتیاز این چهره به دست میاره برای مثل کرمان. مظفری، رسول برای صدیقی، پتی بالای قصص امتیازی، پری پتی هنوز صاحب تو میچرخه، تو میسپاره به رسول. مظفری اومد حرکتش رو آغاز بکنه که بره به سمت حلقه، پاش دقیقا روی خط طولی زمین اومد و داورم الماوس میکنه و توپو در اختیار تیم مثل کرمان باید قرار بده. از پشت خط آذرشاه باید کارو آغاز بکنه. رضا آذرشاه برای رستمی. ویلیامز دوباره کاردوس بیرون قصه سمتیزی، توپ دوباره میرسه به آذرشاه. رضا آذرشاه میره به سمت سبد، حرکت رو بیسلاین، توپو میاره به کورنر، پرتاب سمتیزی که انجام شد، رستمی توپ نرفت. کاردوس اگه بتونه توپو جمع بکنه که آخرم داور توپو در اختیار تیم شهرداری گرگان قرار میده. یه لحظه قاطی کرد اسخر کاردوس با 21 تیم خودشون، یعنی ایگور چوماکوف بازیکن خارجی این تیم که به همراه ویلیامز دو بازیکن خارجی تیم مس کرمان هستن. میثم میرزایی داور بازی نگه میداره، خطا روی پریپتی اعلام میشه از 10 تیم مس کرمان، یعنی علیرضا رستمی. هر دو تیم سه تا مسابقه رو قبل از هفته چهارم برگزار کردن. گرگانیا سه پیروزی به دست آوردن و تیم صنعت مس کرمان هم با دو پیروزی و یک شکست تیم دومه. گرگانیا هم صد نشینن و این جدال تیم‌های اول و دوم جدول رده‌بندی گروه ب. صدیقی، مظفری، رفت و برگشت، خود رسول، امیر صدیقی رو میبینه، منطقه رنگی، امیر پرتاب میکنه، توپم با بدشانسی نرفت در ریباند. اونجا میثم میرزایی آماده است و با یه ریباند حمله خوب توپو به امتیاز تبدیل کرد. برابر چهار. ویلیامز پرتاب میکنه، توپم وارد سبد شد. 6-4. پرتابی که انجام میده آیزا ویلیامز. پتی میاره اون سم، نجفی، یه فضای مناسب برای پرتاب، توپ نرفت و اسخر کاردوسته که توپو جمع میکنه. زد حمله دو در مقابل یک به سمت سبد، چوماکوف اقدامی که انجام میده و بعد شانس بود، توپ از سبد در اومد، نتونست یه فول گل خوب بگیره. سه حمله برقاسای بازیکن مس کرمان و ایگور چوماکوف. اینجا ببینید دو در مقابل یک بود، ترجیح داد پاس نده، خودش رفت اینجوری خطا گرفت از پریپتی و توپی که وارد سبد نشد و دو پرتاب آزاد و چوماکوف باید انجام بده. اگه پرتابش میرفت دو امتیاز میگرفت، یه پرتاب هم میتونست انجام بده. پرتاب اول از دست داد، دومین پرتاب از چوماکوف، دومین پرتاب، امتیاز هفتم رو ثبت میکنه به نام مس کرمان. علیاره نجفی توی رفت و برگشت، خودش ثابت، تو مظفری بالای قصه امتیازی برای صدیقی، امیر دنبال یار میگرده زیر سبد، میثم میرزایی همکاری خوب بازیکنان شهرداری گرگان و خطایی که اعلام میشه و فرزاد اعتقاد داور دوم بازی به سمت میز منشی میره و این خطا رو اعلام میکنه. چهره مهران حاتمی رو میبینید، سرمربی سابق تیم ملی و البته تیم‌های مختلف باشگاهی که با تجربه بالای خودش هدایت قهرمان فصل گذشته لیگ برتر رو عهده داره.
خب به هر حال شهرداری گرگان مدافع عنوان قهرمانی هم هست. امروز هم بگیم که گرگانی ها جمشیدی رو تو ترکیب خودشون ندارن. محمد جمشیدی ستاره ی این تیم که تو بازی با زباهن آسیب دید و کادر فنی تیم شهرداری گرگان ترجیح داده تو که در واقع ترجیح داده که توی مسابقه ازش استفاده نکنه. امیر صدیقی هم داشت گرم میکرد با تیم، گفتن مشکل داره اما خب رسید به بازی و تونست ترکیب تیم شهرداری گرگان بازی بکنه. اما محمد جمشیدی تو این بازی پشت نیمکت نشسته و از روی سکوها داره کارو دنبال میکنه. پریپتی به سمت سبد، منطقه رنگی، پریپتی پرتابش نرفت و توپ جمع میشه. آزرشا منطقه رنگی توپو میاره بیرون برای چماکوف، ترجیح میده بره به سمت سبد، میچرخه و پرتاب میکنه. بازی خوبه چماکوف، به امتیاز نرسید اما فکر کنم داور خطای حمله این چهره که میبینید و اعلام کرده. سروش قادم حسینی، اینم چهره مصطفی هاشمی سرمربی تیم مهران و البته سرمربی تیم ملی. و سمت چپ تصویرم هادی عامری رو دیدید از مسئولین تیم شیمیدور. پریپتی مظفری ترجیح داد پاس نده، حالا صدیقی رو توی فضای مناسب پیدا میکنه. امیر صدیقی تجربهش اونقدی است که قدر این توپا رو بدونه. وقتی یه اوپن شات یا یه پرتاب بدون دفاع گیرش بیاد اینجوری امتیاز بیاره برای تیمش. چرا یه محمد رضا اسلامی رو میبینید سرمربی تیم مس کرمان که یکی از منتقدین برگزاری لیگ به صورت متمرکز بود و دوست داشت که تیما به صورت رفت و برگشت بازی بکنن مثل دیگر لیگایی که این روزا داره توی کشورمون برگزار میشه. مظفری بیرون قصص امتیازی، بازم یه فضای مناسب برای پرتاب، این دفعه توپ نمیره. میثم میرزایی سریعتر از کاردوس توپو جمع کرد، پاسش با خوش شانسی میرسه صدیقی به سمت سبد با کمک 6-2 امتیاز و این چهره امیر صدیقی به دست آورد. ریباند خوبی که البته میثم میرزایی انجام داد. ویلیامز میره به سمت سبد، خطا از میثم میرزایی. یه نگاه به سمت نیمکتشون داره و میگه توپ این چهره ایزه ویلیامز رو زدم، اما داور یه همچین اعتقادی نداره. دو پرتاب رو هم باید حالا ویلیامز انجام بده. اولین پرتاب هشتمین امتیاز رو به نام مس کرمان ثبت میکنه. دومین پرتابش هم وارد سبد شد. یازده نو کار مجددا پیگیری میشه. امیر صدیقی برای مظفری، رسول صاحب توپ، پتی حرکت میکنه تا توپ بگیره. 5:27 پایان کوارتر اول، رسول توپ میاره کورنر، نجفی امتیازی و بازم پرتاب و بازم بازیکنان شهرداری گرگان. امتیاز 14 به نام سفید پوشان شهرداری گرگان ثبت میشه. ویلیام امتیازی این دفعه اون اقدام میکنه، پرتاب نمیره، بازم میثم میرزایی یه ریباند فوق‌العاده رو انجام میده. پریپتی میره به سمت سبد، زیر سبد صاحب توپ، کاردوزش دفاع میکنه، توپ میاد بالا، این دفعه مظفری یکی میره به سمت سبد، یه پاس برای میثم میرزایی و بازم همکاری خوب بازیکنان شهرداری گرگان و امتیاز 16 برای این تیم. حامد حدادی رو میبینید که در سالن حضور داره و داره مسابقه رو از نزدیک تماشا میکنه، بازیکنی که باید بره به چین و ادامه فصل رو در لیگ حرفه‌ای بسکتبال چین دنبال بکنه. وقت استراحت درخواست شده توسط محمد رضا اسلامی سرمربی تیم مس کرمان تا بتونه روند امتیازگیری تیم شهرداری گرگان رو متوقف بکنه. نتیجه 16-9 برتری با سفید پوشان شهرداری گرگان و صحبت‌های محمد رضا اسلامی. We need to stay wide open before if he pass to the diagonal pass, okay, or skip pass to there. Stound. 1 second stound. When you arrive there, don't let him 3-point shot.
Don't let him keep pushing. اصغر این کاری که ما می‌خوایم تو اونور انجام بدی الان میسان داره اینور برای اون انجام میده. پوشش عالیه. بلافاصله بعد از برگشتیم به محضی که نتونست بزنه پاسو میکوبه زمین برای این به چرخ زاویه رو ببند پوند راحت نه. نفرات بعدی وقتی درایو می‌دونن که من گفتم راست همه رو میاد تو پاس میده. گفتم یا نگفتم اصغر تو فقط نشون بده برگر رویار خودت رسول اگه 90 بار بیاد تو پنج نفر یه بار پاس بده این من کام کی میگی هی نا پلی وان اوکی وان هی نا پلی وان دو تیم باید برگردم به زمین مسابقه. چریه پریپتی رو میبینید، اون پرتاب معروفش توی بازی با مهرام که منجر به قهرمانی تیمش هم شد. مدت در واقع باید بگیم خیلی وقت دیگه شاید مثلش نبینی و مدت هم تو ذهن علاقه‌مندان بسکتبال خواهد بود. تیم برمیگردن به زمین مسابقه، یه تغییر رو انجام میده محمدرضا اسلامی تو ترکیب تیم خودش و از این لحظه مرادیان تو ترکیب تیم صنعت مصر بعد از این وقت استراحت حضور پیدا میکنه. رستمی برای چوماکوف، زیر سبد کاردوس، پشت بلقه، بازی پشت بلقه اصغر کاردوس پرتاب کرد اما داور تخلف گام های اضافه شو اعلام میکنه. سرداور بازی محمد دوستین تخلف از اصغر کاردوس اعلام کرد. پریپتی برای رسول مظفری که داور اعلام خطا میکنه روش. خطای صالح مرادیان اعلام شد توسط این چهره فرزاد اعتقاد داور دوم بازی. به حال هر سال ما چهرهای جدیدی رو در داوری میبینیم که امیدواریم داوری کشورمون بعد از حواشی زیادی که این مدت داشت در بسکتبال بتونه دوباره روزهای خوب خودش رو پیدا بکنه و ما داوران بین‌المللی خودمون رو تو مسابقات مختلف بتونیم با کیفیت بالا ببینیم. چهره میثم میرزایی رو میبینید چرا که تخلف گام‌های اضافه‌اش اعلام شد و توپ دوباره میرسه به یاران مس کرمان. رستمی برای چوماکوف، بالای قصه سمتیازی چوماکوف، یه بار دیگه ویلیامز به سمت سبعت ویلیامز، آیسیا ویلیامز برای مرادیان، بد جایی پاس داد. اگه بتونه توپو نگه داره چوماکوف، لحظه پایانی 24 ثانیه 3 ثانیه 2 ثانیه اقدامی که حالا انجام میشه و توپ نمیره و در ادامه توپ میرسه به پریپتی نجفی. پریپتی پیک میذاره براش میثم میرزایی، استپ بک از پریپتی، پرتابش نرفت در ادامه اصغر کاردوس نتونه سوپو تو بازی نگه داره و تلاشش بیفایده بود. آیزا ویلیامز میاد و دستشو میگیره به همراه محمدرضا اسلامی رو زمین بلندش میکنه. اصغر کاردوس کاپیتان تیم صنعت مس کرمان و وقت استراتی که یه بار دیگه درخواست میشه، این دفعه مهران حاتمیه که وقت استراحت درخواست میکنه تا با بازیکن خودش صحبت بکنه. 16-9 نتیجه، همون نتیجه‌ای که قبل وقت استراحت قبلی بود و 3:44 به پایان بازی زمان باقی سر کوارتر اول. تصاویر منتخب بازی رو میبینید تا به اینجای کار. رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال و مسابقات گروه الف که داره برگزار میشه و بعد از تموم شدن مسابقات گروه الف در هفته چهارم مسابقات در گروه ب هم پیگیری میشه و اون سمت هم تیم‌ها باید مسابقات خودشون رو برگزار کنن. صنعت مصر رفسنجان تیمیه که مسابقاتی رو انجام نداده، چرا که به حال بازیکناش درگیر ویروس کرونا بودن. خانه بسکتبال خوزستان هم همین وضعیتو داره، هرچند که شایعاتی هست که این تیم
شاید بخواد انصراف بده از رقابت‌های لیگ برتر، اما به هر حال هنوز این تیم‌ها به خاطر مشکل کرونا بازی رو انجام ندادن. اشتباه از امیر صدیقی، زد حمله برای مس کرمان به سمت سبد صالح مرادیان و خطا از یار نجفی اعلام شد روی این چهره صالح مرادیان. که باید دو تا پرتاب آزاد حالا انجام بده. پر برخورد و پر خطا بوده بازی در کوارتر اول. این توپ رو با یه خوبه رستمی بود، چماکوف پاسو اینجوری رسوند و این خطایی که داور اعلام کرد. اولین پرتاب به امتیاز میرسه، اختلاف بعد 6 میرسه. مرادیان باید پرتاب دوم رو هم انجام بده، دومین پرتابش هم تبدیل به امتیاز شد. 16-11 پریپتی، کلاس دبل تیمش میکنن پریپتی و خطا از ایزیا ویلیامز. خطایی که روی این چهره انجام داد پریپتی. محدودیت خطای تیمی تیم مس کرمان هم به اتمام رسیده و حالا پریپتی باید بیاد دو تا پرتاب آزاد انجام بده. برعکس داور ایزیا ویلیامز اعتقاد داشت که پتی روش خطا انجام داده. اولین پرتاب رو از دست داد پریپتی، میره سراغ پرتاب دوم با همون سبک و سیاق خاص خودش. دومین پرتابش هم امتیاز میرسه. 17-11 صالح مرادیان صاحب تو. گرگانی ها هنوز سه خطا رو انجام دادن و محدودیت خطه تیمیشون به اتمام نرسیده. ویلیامز پرتاب بلند بود، در ادامه رستمی نزاش تیمش بدون امتیاز این حمله رو به زمین دفاع برگرده. 17-13 نجفی صاحب تو به سمت سبد. نجفی دست عوض میکنه، پریپتی بالای امتیازی میره به سمت سبد. پریپتی منطقه رنگی، خودش پرتاب نکرد، پاس داد نجفیه که پرتاب میکنه. پرتاب کوتاه بود اما دوباره سفید پوشان گرگان صاحب توپ میشن. یه چهاردستانیه جدید، پریپتی حرکت میکنه، پاسو میرسونه میسم میرزایی. فضای مناسبی داشت برای پرتاب و قدر توپو دونست. 19-13 پرتابی که وارد سبد شد. اینجا میبینید فرا میخونه از روی نیمکت مهران آتمی، سجاد پذیرفته رو تو به زمین بازی بفرسته. پاس رو به بیرون برای چماکوف به سمت سبد. چماکوف پرتاب دو امتیازیش وارد سبد شد و پاسخ داد، دو امتیازی که میرزایی اقدام کرد. 2:11 19-15 پریپتی مظفری. رسول صاحب تو میبره اون سمت، بازی رو برای نجفی فراهم میکنه. یه پاس عجیب غریب از علیار نجفی و همین کافیه تا اسخر کاردوس صاحب توپ بشه. چماکوف مرادیان این سمت برای ویلیامز. ایزا ویلیامز سمت سبد حرکت میکنه، منطقه رنگی، دفاع سفت و سخت ازش و همین کافیه تا توپ ازش بگیرن. نجفی، خود ایزا ویلیامز اومد اشتباهش رو جبران بکنه که نتونست کامل این توپ رو بایی رو انجام بده. یه صحبت میکنه باش محمد رضا اسلامی. حالا تو این فاصله هم تعویض انجام میشه. اینجا دفاع عالی بود که ویلیامز انجام داد اما نتونست توپ تو جریان بازی نگه داره. تعویض هم انجام شد، پذیرفته به بازی اومد برای شهرداری گرگان و نجفی از بازی بیرون رفت. مظفری از گرگان صاحب توپ. رسول میره به سمت سبد، پاسو میرسونه برای میرزایی. یه لحظه اشتباه و بازم سریال اشتباهات پیاپی بازیکن‌ها و این قسمت رسول مظفری بود که این اشتباه رو انجام داد. چریه مهران حاتمی رو دوباره میبینید که با نگرانی از کنار زمین کار شاگردان خودش رو دنبال میکنه. جای مهران شاهین‌تبار روی نیمکت گرفت در این فصل برای تیم گرگان. ویلیامز پرتاب انجام میده، ایربال بود پرتابه، چه پرتاب عجیب و غریب اما مرادیان دوباره صاحب توپ میشه، خودش پرتاب میکنه. بازم سمت کزی نرف، فکر کنم داور توپو در اختیار تیم حالا گرگان قرار میده. اعتقاد داره توپ به دست بازیکن مس کرمان خورده. این صحنه بود که چماکوف به نظر لحظه آخر توپو زد.
توپم به تیم گرگان رسید. پریپتی به سمت سبد، یه نفوذ فوق‌العاده است پریپتی، نگاه که دفاعی جلوش نبود. اشاره محمد رضا اسلامی به شاگردان خودش برای مهار بهتر پریپتی. ایزا ویلیامز، چوماکوف، سمتی، از این دفعه چوماکوف پرتاب نرفت در ریباند. توپی که جمع شد اما خطا اعلام میشه روی ترابی خواهین چهره. خازه ای هم به بازی اومده برای مس کرمان. اینجا بود که تو ریباند یه لحظه رسول مظفری زیرش رو خالی کرد، داورم خطا رو بلا فاصله اعلام کرد. تکروی مرادی خواه اعلام شد. حالا یه نفر از بازیکان مس اگه رضایت بده بره پشت خط ارضی زمین بازی رو شروع کنه، بعد نیچه ماکوف میکنه انجام میده زیر سبد، یه پاس خوب اما که توپ ساده ای رو وارد سبد نکرد. ترابی خواه، پریپتی، اینسان برای پذیرفته پرتاب نمیکنه، میاره بالا توپ برای رسول مظفری، بازی رو آروم میکنه رسول. سابقه بازی توی جام جهانی رو داره برای تیم ملی. پذیرفته پرتاب میکنه، سمتیازی نرفت، یه لحظه میسم میرزایی توپو ریباند کردم و داور خطای چوماکوف روی این چهره اعلام میکنه. باورش نمیشه این خطا رو اعلام کرده داور از ایگور چوماکوف. باید پرتابگر دو پرتاب آزاد باشه میسم میرزایی، اولین پرتابش به امتیاز تبدیل میشه. حالا یه تذکری هم فرزاد اعتقاد میده به نیمکت تیم مس کرمان و اونا رو به آرامش دعوت میکنه و میخواد که اعتراضی رو نداشته باشن. میرزایی پرتاب دوم رو انجام میده، پرتاب دومم 23مین امتیاز رو ثبت میکنه به نام شهرداری گرگان. 26 ثانیه تا پایان بازی در کوارتر اول. ایگور چوماکوف یه لحظه توپ دستش رها شد، دوباره صاحب توپ میشه. مرادیان، ویلیامز، 17 ثانیه ساعت بازی، 13 ثانیه ساعت شد. ویلیامز به سمت سبد، رو به بیرون، پاسکاری سریع از کورنر، پرتابی که اقدام میکنه مرادیان، توپ نرفت و امیر صدیقیه که تو بازگشت توپو جمع میکنه. میتونه آخرین حمله بازی باشه در کوارتر اول. 4 ثانیه، 3 ثانیه، پریپتی، استاد بازر بیدر، پرتاب میکنه، توپ نرفت و کوارتر اول با نتیجه 23-15 توی بازی سریع و پر برخورد به سود شهرداری گرگان به اتمام میرسه. دو تیم دو دقیقه استراحت بکنن تا آغاز بازی در کوارتر دوم مسابقه و تصاویر منتخبی که همکاران پرتلاش هم در واحد مستقر واحد سیار مستقر در مجموعه ورزشی آزادی تهران تقدیم شما بینندگان عزیز. سابقه تا کوارتر دوم آغاز بکنم. مظفری پذیرفته به همراه صدیقی، زمینه که نتیجه کوارتر اول میبینید که 23-15 به سود شهرداری گرگان به اتمام رسید. 22 دقیقه حدودا طول کشید کوارتر اول. عرض میکردم پریپتی، میثم میرزایی، صدیقی به همراه پذیرفته و مظفری، پنج بازیکن تیم شهرداری گرگان هستن. اون سمتم محمد رضا اسلامی، ترابی خواه به همراه
مرادیان، چوماکو، ویلیامز و علی اصغر خازنی رو به زمین بازی فرستاده در آغاز کوارتر دوم. صالح مرادیان صاحب توپ. نارنجی پوشان مس برای چوماکوف. یه بار دیگه ویلیامز. سر حملات از اون آغاز شده، این دفعه داور خطا اعلام میکنه. مظفری دومین خطای فکر کنم رسول مظفری باشه که روی تابلو هم ثبت میشه. یه بازیکن دو خطای گرگان داره که رسول مظفری، اونورم یه بازیکن دو خطای چوماکوف داره که میبینید الان اولین خطای بازی در کوارتر دوم بود و در واقع پایین اسم شهرداری گرگان روی گیرنده‌های خودتون میتونید ببینید که اولین خطا ثبت شده. مرادی هم میخواد بره به سمت سمت، منصرف میشه، یه گام عقب برمیداره، پرتاب دو امتیازیش، نتیجه رو 23-17 هم میکنه. رسول مظفری باید توپو به گردش در بیاره، خودش صاحب توپ، پذیرفته صاحب توپ، به سمت سمت حرکت میکنه، پاس رسون میثم میرزایی، یه بار دیگه پذیرفته، دوباره خودش، دوباره پرتاب، پرتاب نرفت و چوماکوف توپو در بازگشت جمع میکنه. مرادیان میره به سمت سمت از کورنر، پاس رسون برای ترابی خواه، پرتاب از این بازی کن، هرجوری بود تعارف توپ و سبد و امتیازی که ثبت میشه با پرتاب ترابی خواه. زمینگی چره خازنی رو میبینید که عرض کردم در آغاز کوارتر دوم زمین اومده. صدیقی، پریپتی، میسم میرزایی اگه بتونه توپو کنترل بکنه، پریپتی دوباره خودش ثابت توپ، 6 ثانیه رو ساعت شد، پریپتی پاس رسون، اما تیسوشی مرادیان نذاش این حمله تکمیل بشه. آیزا ویلیامز به سمت سبد، چقدر عالی، فوق‌العاده بود حرکتش، در حالی که امیر صدیقی فکر کرد با دست راستش میخواد لیاب کنه بره به سمت سبد، دستش و بدنش رو حائل قرار داد مقابل صدیقی و این چهره که میبینی با دست چپ اقدام کرد، یه حرکت واقعا آموزشی و فوق‌العاده از آیزا ویلیامز در مقابل امیر صدیقی که واقعا مدافع خوبیه. پریپتی باید کار به جریان بنزه از پشت خط، اختلافو کم میکنه تیم مس کرمان، تعویض باید انجام بشه در ترکیب شهرداری گرگان، جعفری باید به زمین بازی بیاد و پریپتی حالا برای اولین بار در طول این بازی از زمین بازی خارج میشه. جعفری برای صدیقی، پذیرفته برای میرزایی، دوباره مظفری به سمت سبد، رسول توپو با یه پاس اشتباه دو دستی تقدیم ویلیامز میکنه، یه زد حمله دیگه ویلیام، چوماکوف پرتاب نکرد، رفت به سمت سبد و صدای سوت داور اشاره میکنه که خطا روی این چهره اعلام شده. دوباره پریپتی به زمین بر میگرده، نرفته برگشت به زمین، رسول مظفری بود که فکر کنم از بازی بیرون رفت برای شهرداری گرگان. چوماکوف، ویلیامز، همکاری دو خارجی مصر به سمت سبد، چوماکوف این دفعه دفاع میکنه ازش، میثم میرزایی، خازنی پاس رسون، مرادیان پرتاب میکنه، سمتیازی نمیره و در ادامه توپو جمع میکنه پریپتی، زیارون میکنه بقیه هم از را برسن، حالا خودش پرتاب سمتیازی انجام میده، پرتاب کوتاه بود زیر سبد، قوقاییه برای تصاحب توپ و زودتر یاران مس توپو جمع میکنه. مرادیان از کورنر پاسو میرسونه، اقدامی که انجام شد تو را میخوا، پرتاب نرفت، میثم میرزایی ریباند کرد، اما داور خطای حمله اعلام میکنه از بازیکن مس کرمان. این پرتابی که انجام شد، این دفاع عالی میثم میرزایی از آیزا ویلیامز. صدیقی، پریپتی، داور بازم بازی نگه میداره، تو به پای بازیکن مس برخورد کرده، روی گیرنده هاتون میبینید شهرداری گرگان دو خطای تیمی داره و مسیان فعلا یه خطا رو در کوارتر دوم انجام دادن. نجفی به زمین بازی میاد و سجاد پذیرفته از بازی بیرون میرنم، چرا یه بادانش تیم
مثل کرمان، یعنی محمد رضا اسلامی. یه سری از بازیکناش هم نرسیدن هنوز، فلاحت رو نداره به خاطر مشکلاتی که داره و آسیدیدگی که گریبانش رو گرفته. بازیکن کرونایی هم دارن و ترکیب کاملش رو فعلا در اختیار نداره اسلامی، اما با این حال تیمش بد نتیجه نگرفته توی سه مسابقه قبلی. چه نفوذی رو انجام میده این چهره جعفری، اشکان جعفری، و دو امتیازی که به دست آورد تا گرگانیان بعد از چند دقیقه امتیاز بیارن. 25-21، 6 دقیقه و 47 ثانیه به پایان کوارتر دوم و نیمه نخست. مرادیان میره به سمت سبد و داور تخلف گام های اضافه شو اعلام میکنه. پریپتی، نجفی، دوباره پریپتی، صاحب توپ پریپتی میچرخه روی پای پیوت خودش، پاسو میرسونه به صدیقی و همون صحنه‌ای که اونور برای مرادیان اتفاق افتاد اینور برای امیر صدیقی اتفاق میفته. به قولی چیزی که عوض داره گله نداره. اینجا هم تخلف تراولینگ صدیقی اعلام شد. صالح مرادیان 25-21، نتیجه فعلا به سود شهرداری گرگانه. آیزا ویلیامز پرتاب نکرد، یه لحظه فرید با صدیقی رو میره به سمت سبد، یه نیم نگاه به پشت سرش داره، بعد شانس هم هست، حلقه باش لج میکنه و تو وارد سبد نمیشه. پتی قدرت حمله، توپ بالایی داره امیر صدیقی، پاس برای میثم میرزایی، اما ترابیخا هوشیاره و اجازه نمیده این حمله کامل بشه. مرادیان پاس خوب و این اسلم دانک تک دست قدرتی چماکوف، دیپو میکوبه تو حلقه شهرداری گرگان تا اختلاف به عدد دو برسه. یه زد حمله خوب، مقصد توپ دستان ایگور چماکوف و اینم امتیازی که به دست آورد. پریپتی سرعت بازی فوق العاده بالا، هیجان روی نیمکت هر دو تیم هم بالا رفته و خطا روی پریپتی. مامرزا اسلامی میگه دست و بالا بگیرم بازیکنه مثل کرمانو خطا نکنن. چرا یه محمد دوست سردآور بازی رو میبینید، لحظاتی سرعت بازی فوق العاده بالا رفت. امیر صدیقی هم تو این فاصله از بازی بیرون میره و پذیرفته دوباره به زمین میاد برای گرگان. پریپتی پرتابای آزادش رو باید انجام بده، اولی رو از دست داد. هر دو تیم دو خطای تیمی دارن. دومین پرتاب رو قدر میدونه و امتیاز 26 ثبت میشه برای شهرداری گرگان. مرادیان، چماکوف، ویلیامز، دوباره چماکوف، پاسکاری های پیرامونی از بازیکنان مس کرمان. چماکوف پرتابی که انجام میده، چماکوف سمتیازیش نرفت و این پریپتیه که توپو جمع میکنه. پذیرفته داره فضا رو مناسب میکنه میرزایی که پاس بگیره، این اتفاق هم رخ میده. میثم پشت به سبد، میثم میرزایی و دو امتیازی که به دست میاره و خطا هم میگیره، خطایی که خازنی انجام داد. از بازی هم بیرون میره و اسخر کاردوز زمین بر میگرده. یه فولگول فوق العاده، ببینید بازی پشت به حلقه عالی میثم میرزایی و اون فیزیکی هم که داره، سخت ازش دفاع کردن. پرتابه آزادش از دست داد. اینم چهره یه بازیکن جوان تیم شهرداری گرگان، یعنی متین شیخی که داره خودشو گرم میکنه تا سلادید آتمی به زمین بازی بیاد. تو بیرون رفت و یه بار دیگه نارنجی پوشانه مثل کرمان باید آغازگر بازی باشن. ایزا ویلیامز آغازگر بازی، چماکوف، دوباره ویلیامز،
هنوز صاحب توپ، 3 ثانیه روی ساعت شوت و خطای میثم میرزایی. خودش اعتقاد داره دستو بالا گرفته اما خطاش اعلام شده. این دومین خطای میثم میرزایی، از بازی بیرون میره و کیوان ریایی به جاش به زمین بازی میاد. این چهره ای که میبینید، یه تعویزم ترکیب مثل کرمان انجام میشه و آذرشاه به زمین بازی بر میگرده. ویلیامز تو پرتا بازی رو باید انجام بده. 8 امتیاز رو هم به دست آورده، یه خطا هم داشته که رو گیرنده هاتون میبینید. 28-24، 4 دقیقه و 36 ثانیه تا پایان کوارتر دوم و نیمه اول این بازی زمان باقی است. پرتاب دوم هم به امتیاز تبدیل نشد برای ویلیامز. شیخی اولین تجربهش در زمین بازی توی این مسابقه. نجفی توی رفت و برگشت خودش صاحب توپ. نجفی هنوز صاحب توپه. ریایی خودش پرتاب میکنه، پرتاب تو امتیازش نرفت، تو ادامه زیر سبد پذیرفته تا به خودش به جنبه رو سرش خراب میشه. اسخر کاردوسو توپ رو باید انجام میده، پاس از اون سمت که میرسه به ترابی خواب، پرتابی که انجام داد توپ نرفت و حالا خطا تو لحظه ای انجام میشه که تو موقعیت پرتاب سه امتیازی بود. بازم چهره حامد حدادی رو دیدید، ستاره بسکتبال کشورمون. سه تا پرتاب آزاد برای سیامک ترابیخا و مس کرمان. حالا تیم شهرداری گرگان چهارمین خطای تیمیش هم انجام میده. اونور مسیا فقط سه تا خطا رو دارن. سه خطای تیمی روی تابلو ثبت شده. جالبه که روی میز منشی فعلا عدد 2 ثبت شده مقابل نام تیم مس کرمان و بکنم باید یه خطای دیگر رو اضافه بکنن. ما این پرتابا نتیجه 28-26 میشه. شیخی پریپتی صاحب توپه و خطای حمله از کیوان ریایی اعلام میشه روی ویلیامز. چی بهتر از این خطایی که این چهره فرزاد اعتقاد داور دوم بازی از این بازیکن اعلام میکنه. رسول مظفری از اون نیمکت بلند میشه تا به زمین بازی برگرده برای شهرداری گرگان و این نجفیه که از بازی بیرون میره. رسول به بازی میاد تا کارو از این لحظه دنبال بکنه. آزشا اعلام سیستم میکنه و کارو دنبال برای چومکوف. منتظر میشه ویلیامز خالی بشه بهش پاس بده. ایزا ویلیامز بره به سمت سبد. ویلیامز هنوز صاحب توپ. چوماکوف همکاری این دو بازیکن، پاسایی که بارها و بارها به هم میدن و بالاخره یه روزنه به وجود میاد و چوماکوف که امتیاز رو ثبت میکنه. برابر، امتیاز 28. پذیرفته برای مظفری. رسول یه دریبل میزنه، پاسو میرسونه برای کیوان ریایی پشت به سبد. رسول مظفری پرتاب نکرد، پاسو میرسونه زیر سبد برای ریایی و ما خطا اعلام میشه روی کیوان ریایی. پرتابگر پرتاب آزاد باشه. همونجوری رو گیرنده هاتون هم میبینید هر دو تیم حالا در فاصله 3 دقیقه و 7 ثانیه به پایان بازی در کوارتر دوم و نیمه نخست محدودیت خطای تیمیشون به اتمام رسیده. پرتاب اول ریایی وارد سبد شد. آماده میشه تا دومین پرتاب رو هم انجام بده. بازم چری نگران مهران حاتمی رو میبینید که کار شاگردان خودش داره دنبال میکنه. یه لحظه تعلل میکنه اسخر کاردوس و همین تعللش هم باعث میشه تا توپ دوباره به پای خودش برخورد بکنه و به سود شهرداری گرگان به بیرون بره. شیخی برای پریپتی
پریپتی پاسو میرسونه برای پذیرفته، هنوز صاحب تو به اقدام میکنه، انجام میده لحظه آخر، در حالی که صدای بوق اسکوربورد نشون میده محدودیت 24 ثانیه به اتمام رسیده، اما قدر توپو میدونه سجاد پذیرفته و امتیاز 31 برای شهرداری گرگان ثبت شد. ویلیامز فرصت پیدا میکنه، سه امتیاز چه اقدام میکنه، توپ نمیره بالاتر از همه، پریپتیه به کمک پذیرفته توپو جمع میکنه، شیخی پذیرفته، یه بار دیگه توپ میرسه به رسول مظفری، داور الان خطا میکنه، خطا از بازیکنان مثل کرمان اعلام میشه و باید این چهره مظفری پرتابای آزاد خودش رو انجام بده. صحبت های امرزا اسلامی با ایزا ویلیامز. بره سراغ پرتاب دومش، بازیکن ها زودتر میان به منطقه رنگی، پرتابم وارد سبد شد. 32-28 سه دقیقه و دو دقیقه و ده ثانیه، چماکوف کاردوس ایره سبد، اسخر کاردوس با قلدری امتیاز میاره، قل اسخر کاردوس فکر کنم میده به خاطر اعتراض، بله 12 تیم مثل کرمان، اسخر کاردوس اعتقاد داره خطا روش انجام شده تو صحنه قبلی، اینجا میبینی داره صحبت میکنه به هم با داور و هم با معارض اسلامی و هیچه چپ چپی هم نگاه میکنه سروش خادم حسینی رو، میگه که به خدا دستمو زدن، حالا یه پرتاب آزدم انجام میدم بازیکن شهرداری گرگان، امتیاز 33 به نامشون ثبت میشه و از نیمه زمین هم توپو در اختیار میگیرن. مظفری پتی سمت سبد، پری پتی دوباره رسول تیره سبد، یه پاس عالی و دو امتیازی که به درستی ثبت میشه، توپو در حالتی زد اسخر کاردوس که توپ در قوس نزولی بود و دو امتیاز هم مورد قبول قرار میگیره. ترابیخا کارو آغاز میکنه، چماکوف برای آذرشا، رضا آذرشا هنوز صاحب توپ، دست عوض میکنه، پا توپ یه لحظه دستش رها شد، زده حمله رسول میره به سمت سبد و ساده بدون هیچ استرس و نگرانی خودش بود و حلقه مثل کرمان، امتیازی که ثبت میشه و وقت استراحتی که مجبور میشه درخواست بکنه محمد رضا اسلامی سرمربی تیم مس کرمان. 37-30 یک دقیقه و 20 شهرداری گرگان زودتر به زمین مسابقه برمیگردن، مظفری، شیخی، ریایی، پتی و پذیرفته پنج بازیکن شهرداری گرگان بعد از این وقت استراحت هستن، اونورم هنوز همه منتظریم تا بازیکن مثل کرمان هم به زمین بازی برگردن. یک دو سه
چماکوف، ویلیامز، کاردوس همراه آذرشا و تورابی خواهم پنج بازی کنه. تیم مثل کرمان هستن. ایزا ویلیامز از پشت خط ارزی زمین کار رو باید به جریان بندازه برای کرمان. آذرشا بازم همون اشتباه رو داشت انجام میداد، یه لحظه دو بعد دستش رها شد و بله داورم تخلف تراویلینگ میگیره از این چهره. تخلف گام های اضافه آذرشا، است صحنه قبلی تو بعد دستش رها شد و داورم تخلف اعلام کرد. مسئول مظفری، پریپتی به سمت سبش، پریپتی پرتابش نرفت و کاردوس این دفعه بدون خطا توپو جمع میکنه. فرصت زده حمله، خطای غیر ورزشی، خطای غیر ورزشی روی این چهره، یعنی رضا آذرشا اعلام میشه از رسول مظفری. حالا محمدرضا اسلامی هم برای اینکه بخواد بازیکناش فقط تمرکزشون به بازی باشه به اسخر کاردوس و بقیه نفرات میگه که فقط حواستون به بازی باشه، نمیخوام با داور صحبت کنید. آذرشا پرتابگر پرتابای آزاده، میبینید که بدون هیچ ریباندی باید این پرتاب انجام بشه، چرا که خطا خطای غیر ورزشی بوده و در اصطلاح بسکتبالی آن اسپورتمن لایک بهش گفته میشه و اینجا پشت خط پرتاب آزاد بود و پرتابش هم وارد سبد شد. از نیمه زمین هم توپ باید در اختیار تیم مثل کرمان قرار بگیره. آذرشا از بازی بیرون میره و ویلیامز که تو بازی باقی مونده خیراتی به زمین بازی اومده. کاردوس، ویلیامز استواز میکنه، ویلیامز هنوز سبه تو بایزا، ویلیامز پاس برای چوماکوف، پذیرفتر مقابل داره، چوماکوف میاره بالا، تو را بیخواه، ویلیامز امتیازی، آیزا ویلیامز سرتاب نمیره در برگشتم با عجله نتونه سوپر ریباند بکنه چوماکوف و صاحب توپ مومین شیخی است. شیخی به سمت سبد پذیرفته، بیرون سمتیازی، نفوذ به سمت سبد، پاس خوب، ریایی بدون خطا توپو جمع میکنن بازیکن مس. چوماکوف میره به سمت سبد، ساده دو امتیازو به دست میاره. سرعت بازی تو این لحظات دوباره بالا رفته، 37-34 اختلاف سه امتیاز برتری با شهرداری گرگان. مظفری یه پریپتی بسی صاحب توب، داور بازی نگه میداره، خطای حمله کیوان ریایی اعلام میشه روی تو رابیخا، خطای حمله فوق‌العاده‌ای که با زرنگی گرفت بگیم تو رابیخا. 14 ثانیه زمان باقی مونده، چرا که میرین خود به زمین بازی بیاد. منصوری برای مثل کرما، ببینیم چه بازی کنیم، خود از بازی بیرون بره. اسخر کاردوس رو با کلی تأخیر صدا میکنه محمدرضا اسلامی تا از بازی بیرون بره و از این لحظه منصوری به بازی بیاد. 10 ثانیه پایانی، خیراتی صاحب تو پتی رو مقابل داره، هنوز با توپ داره دریبل میزنه. 5 ثانیه، 4 ثانیه به سمت سبد، پرتاب نرفت، 2 ثانیه، 1 ثانیه، این لحظات هم سپری میشه و هیچ کدوم از دو تیم نمیتونن پرتابی به سمت سبد داشته باشن تا کوارتر دوم و نیمه نخست. با نتیجه 37-34 به سود شهرداری گرگان به اتمام برسه. دو تیم 15 دقیقه استراحت خواهند داشت. این فاصله میریم به پخش شبکه ورزش و با آغاز بازی در نیمه دوم و کوارتر سوم همراهتون خواهیم بود. بله، خب درودی دوباره، بازگشتیم حضور محترم شما بینندگان عزیز عالی‌قدر. یه دیدار فوق‌العاده جذاب رو امروز شاهد هستیم از تیم‌های اول و دوم
جدول و البته برتری خفیف به لحاظ امتیازآوری برای شهرداری گرگان 37-34 تفکیک کنیم به دو یک نیمه بسیار جذاب در دو کوارتر که در کوارتر نخست 23-15 با این فاصله نسبتاً خوب شهرداری گرگان تونست به برد برسه. در کوارتر دوم 5 اختلاف بالا، صنعت مثل کرمان 19-14 تونست شرایط رو تغییر بده با 3 اختلاف امتیازی 37-34. در نهایت برتری مربوط به شهرداری گرگان هست. خیلی سریع بریم نگاه به آمار داشته باشیم. آمار جذابی رو تا بده اینجا، گرچه معدل امتیاز آوری دو تیم پایین هست، اما تو شاخصه فیلد گل ها برای شهرداری گرگان 46% 13 از 26، 37% برای صنعت مثل کرمان بوده. توی معدل پرتاب های دو امتیازی توی شاخصه فیلد گل ها میبینیم که 64% 11 از 17 موفق بودن، 12 از 20، 60% آن سو برای صنعت مثل کرمان. و توی مؤلفه پرتاب سه امتیازی آمار خیلی بد برای صنعت مثل کرمان، از 12 اقدام هیچ پرتاب سه امتیازی مید نشده و به سبد نشسته، 0 از 12، 0% در معدل. آنسو 2 از 11، 18% که این هم جالب نیست، تنها 6 امتیاز از 37 امتیاز برای شهرداری گرگان پرتاب سه امتیازی بوده. و در مجموع ریباند ها میتونیم بگیم شهرداری دو برابر تقریبا 25-12 تونسته عمل بکنه و تو پاسه منجر به گل تقریبا هر دو تیم سهم برابری داشتن. توی توپ های از دست رفته در ترنوور ها 12 تا ترنوور شهرداری گرگان داده، 5 تا برای صنعت مثل کرمان بوده. و بهتر از 12 توپی که شهرداری گرگان از دست داده تو شاخصه پوینت فرام ترنوور ها، توی امتیازات حاصل از توپ های از دست رفته برای صنعت مثل کرمان 10 امتیاز هم ثبت شده. و چقدر هم خوب بریک کردن در این بحث صنعت مثل کرمان، تو این شاخصه امتیاز آوری در فاست بریک پوینت ها 14 امتیاز رو تونستن کسب کنه و 2 امتیاز تنها مربوط به شهرداری گرگان بوده. و البته پوینت ایندیپندنت برای هر دو تیم در شاخصه امتیاز آوری تو منطقه رنگی 16 امتیاز رو در نهایت تونستن ثبت کنن که برای شهرداری گرگان میرزایی در به حال شاخصه مؤلفه پر امتیاز در بازیکن 12 امتیازی است و آن سو هم ویلیامز هست که 9 امتیاز رو تونسته کسب کنه و به تبع 8 در واقع باند رو هم داشته. شاخصه دبل دبل رو میتونه امروز میرزایی برای شهرداری گرگان هم ثبت بکنه. بریم ادامه این دیدار فوق العاده جذاب رو با هم ببینیم، آغاز نیمه دوم کوارتر سوم و معاد حسن وارد. بفرمایید. تشکر از محمد رضا، یک تمرام عزیز و شما بینندگان عزیز ارجمند. نتایج دو کوارتر اول و دوم رو میبینید که در پایان کوارتر اول و نیمه نخست این تیم شهرداری گرگان بود که 37-34 بازی رو به سود خودش به اتمام رسون. و بریم سراغ نیمه دوم و دو تا کوارتر دست نخورده تا ببینیم گرگانی ها میتونن چهارمین پیروزی پیاپی خودشون هم تو این فصل دشت بکنن یا این مثل کرمانه که موفق میشه تیم پیروزه این مسابقه باشه. چهره که میبینید امیر صدیقی به همراه میسای میرزایی، پریپتی، نجفی و رسول مظفری 5 بازیکن شهرداری گرگان هستن. اون سمت هم چماکوف، کاردوس، ویلیامز به همراه ترابیخا و سالیان 5 بازیکن منتخبه محمد رضا اسلامی هستن. چهره میران آتمی سرمربی شهرداری گرگان رو میبینید، تو در اختیار محمد دوست. این هم چهره خندان محمد رضا اسلامی، توپو میسپاره به مظفری. از این لحظه نیمه دوم آغاز میشه هفته چهارم رقابت لیگ برتر بسکتبال گروه الف بازی ها و بازی که تقدیم شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه ورزش میشه، جدال مثل کرمان و شهرداری گرگان هست. دو امتیازی که این چهره به دست آورد 39-34 میشه نتیجه. سالیان به سمت سبد، هنوز صاحب توپه، یه یورو استپ زیبا از صالح مرادیان، گامی که نامنظم برداشت و رفت به سمت سبد و امتیازی که به دست آورد. پریپتی، صدیقی برای مظفری، رسول پاسو میرسونه میثم میرزایی و خطا. سه تا داور فکر کنم میخوام با هم مشورت کنن که خطای حمله بگیرن یا خطای بازیکن مدافع. صحبت میکنه محمد دوست با فرزاد اعتقاد، حالا سروش خادم حسینی هم میاد به جمع اونا اضافه میشه تا ببینیم رأی نهایی چیه. این صحنه بود که اینجوری میثم میرزایی برخورد کرد با چماکوف.
خب خطای حمله میثم میرزایی اعلام میشه. محمد دوست به میز منشی اعلام میکنه، از لغت پوش هم استفاده میکنه که به معنی هل دادن هست و خطای میرزایی به این ترتیب اعلام شد. این چهره که میبینید با این خطا میثم میرزایی به همراه رسول مظفری بازیکن سه خطای تیم شهرداری گرگان میشن. ایزا ویلیامز رو میرسونه به چوماکوف، دوباره ایزا ویلیامز، این دفعه خطای نجفی اعلام میشه، اونم حالا دو خطای میشه، خطایی که روی چهره ویلیامز انجام داد. حالا تو شروع کوارتر سوم این دومین خطای تیمی بازیکن شهرداری گرگانه که رو گیرنده هاتون هم میتونید ببینید که زیر اسم این تیم هم مشخص شده دو خطایی که این تیم انجام داده. تو رابیخا شانسی توپش رسید، پرتاب کرد، نرفت زیر سبد، دو سه تا بازیکن رفتن برای تصاحب توپ. داورم اعلام بین طرفین میکنه و بین طرفین هم نوبت تیم مثل کرمان و توپ باید به این تیم برسه. چوماکوف، سالهیان سو میرسونه برای چوماکوف، دوباره ترابیخا پشت به سبد، اسخر کاردوس میره به سمت سبد و فوق‌العاده بود اسلمدان که اسخر کاردوس فیزیک مناسب حرکت رو بیسلاین کاملا چرخید و دیگه من حرفی نزنم، فقط تصویر رو ببینید. محو کرد میثم میرزایی رو و اینجوری این اسلمدان که وارد سبد میکنه و حالا میثم میرزایی چهار خطایه میشه و باید زمین بازی رو ترک کنه، چرا که با یه خطای دیگه باید از بازی بیرون بره و کیوان ریایی به جاش به زمین بازی میاد. تکبرتا با آزادش هم باید انجام بده اسخر کاردوس، یکی از صحنه‌های زیبای بازی رو ثبت میکنه این بازیکن کهنه کار تیم مثل کرمان و کاپیتان این تیم، بازیکنی که اهل گیلانه. پریپتی نجفی، یه بار دیگه پریپتی به سمت سبد، رو به بیرون، پاسی که کورنر رسید به امیر صدیقی اما پرتاب ایربال بود، زده حمله سه در مقابل یک. آیزا تامس، پاس خوبی که آیزا ویلیامز، معذرت میخوام، پاس خوبی که رسون به این چهره مرادیان و اونم قدر توپ و دونست. بازم چهره مصطفی هاشمی رو میبینید، تمربی تیم ملی بسکتبال کشورمون و البته باشگاه مهرام که از نزدیک داره بازی رو تماشا میکنه. پرتاب از سبد در اومد توسط نجفی، مرادیان، چوماکوف، توی رفت و برگشت چوماکوف، یه فضای مناسب، بازم سه امتیازی و بازم بازیکنان مثل کرمان شروع طوفانی داشتن در آغاز بازی در نیمه دوم و نتیجه ای که حالا 44-39 میشه و مجبور میشه مهران آتمی سرمربی شهرداری گرگان وقت استراحت درخواست بکنه. اختلاف عدد 5 رو نشون میده و برتری با نارنجی پوشان مثل کرمان میشه. 7:43 هم تا پایان کوارتر سوم بازی زمان باقی مونده. تصاویر منتخب بازی و این اسلمدان که فوق‌العاده اسخر کاردوس رو میتونی تماشا کنی. Hey, good job, man. Good job. Team. Yek dosta, team. خب دو تیم برمیگردن به زمین مسابقه. توپو باید بازیکن شهرداری گرگان به جریان بندازن. صاحب توپ رسول مظفری، نجفی. صاحب توپ نجفی و خطای شما کف اعلام شد. ایگور
چوماکوف. که خطاش هم توسط سروش قادمان حسینی اعلام شد. نجفی برای ریایی، منتظر میشه نزدیک بشه بهش پریپتی، حالا پاس میده سمتیازی از رای دور و واقعا این پریپتی بازیکن عجیبیه، انگار که ساعت بازی و ساعتش رو تموم بشه تازه جون میگیره. این چی بود زد واقعا پریپتی؟ کاردوس به سمت سبد و بازم اسخر کاردوس و بازم امتیاز 46-42. صحنه زیبا کم نداشته بازی، خطا یه ساله مرادیان اعلام میشه روی رسول مظفری. خطاب عالیه پریپتی، لحظه پایانی مالکیت توپ. ببینید پاسو رسون که ایوان ریایی سری ساعت شوت رو دید، اینجوری پرتاب کرد و به کمک شیشه توپو وارد سبد میکنه. واقعا باید بهش لقب آقای لحظات پایانی داد. فوق العاده است این پریپتی. صدیقی یه بار دیگه، پریپتی صدیقی به سمت سبد، خود امیر گرفتار بین دو بازیکن و خطایی که روش اعلام شد. خطای رستمی رو داور اعلام میکنه. جاری خندان داور اول بازی رو میبینید. سروش خادم‌الحسینی پشت خط پرتاب آزاد، صدیقی قرار گرفته، پرتاب اول از دست میده. خازنی و چوماکوف سه خطایی تو ترکیب مثل کرمان. اینورم برای شهرداری گرگان رسول مظفری سه خطا است و میثم میرزایی چهار خطای. بقیه بازیکن این تیم یا خطا نکردن یا دو خطا هست. سمت سبد ایزا ویلیامز اشتباه میکنه، توپ ربایی انجام میشه، زد دمله اگه به توپ برسه مظفری که لحظه ای به توپ رسید که دقیقا پاش روی خط ارضی زمین بود و داورم الان آوت میکنه. تو را میخواه برای ویلیامز. رستمی چرخش توپ، مرادیان ده ثانیه رو ساعت شوت. یه بار دیگه ویلیامز، کاردوس پاس رسید بهش اما تخلف سه ثانیه اسخر کاردوس اعلام میشه. در بسکتبال تیمی که داره حمله میکنه بازیکناش نمیتونن بیشتر از سه ثانیه به صورت ایستا در منطقه رنگی جایگیری بکنن، که این تخلف و کاردوس تو این صحنه انجام میده. شیخی به زمین بازی میاد و نجفی زمین بازی رو ترک میکنه. کار باید به جریان بندازه مظفری. پریپتی، شیخی، صدیقی، امیر برای پریپتی به سمت سبد. پریپتی امتیاز میاره، چه امتیازی هم. اختلاف عدد یک رو نشون میده، 46-45. برتری با مس کرمان. رستمی، ترابیخا، دوباره ویلیام زیر سبد، منطقه رنگی پرتاب میکنه، توپ نمیره در ادامه اسخر کاردوس رو جمع میکنه و آخر روش علامه خطا میشه. خطایی که به نظر از امیر صدیقی گرفته، بله خطاش هم ثبت شد. اینجا بود که باید با یه پوتبک توپو وارد سبد بکنه، ویلیامز نتونست، کاردوس توپو جمع کرد، تو مرتبه دوم بود که روش خطا انجام شد. چپ دست مثل کرمان دوتا پرتاب آزاد رو باید انجام بده. اولین پرتاب از دست رفت. میره سراغ پرتاب دوم خودش. پرتاب دوم رو به امتیاز میرسونه. 47-45. صدیقی میخواد بره به سمت سبد، تو منطقه رنگی میاره بالا، مظفری، شیخی، دوباره رسول. نگه داشته بازی رو، خود رسول میره به سمت سبد، از کورنر پاس نرسید به شیخی، زد دمله، شیخ میگیره، تو را میخواد اگه بتونه کنترل بکنه توپو. ویلیامز
پاس نداد، نفوذ کرد، حالا رستمی رو میبینه زیر سبد. رستمی اگه بتونه توپو کنترل بکنه میاره بالا برای دوباره ویلیامز. یه گام به سبد برداشت اما لیاپش کوتاه بود و اصلا به سبد هم نرسید. فرصت صدیقی، پرتاب نمیره، تو برگشت ریایی توپو جمع میکنه و اعلام خطا میشه. روی ریایی اعلام شد. ببینیم داور یه تکنیکال فول هم میدن به بازیکنان مثل کرمان به خاطر اعتراض. چری امیر صدیق رو میبینی، حالا اصغر کاردوس باید از محدوده زیر سبد بیرون بیاد تا پرتو آزادش رو انجام بده. پریپتی چما کفت دوباره به زمین بازی بر میگرده و این رستمیه که از بازی بیرون میره. حالا این ریاییه که باید پرتاب آزادشو انجام بده، پرتابی که پریپتی انجام داد به خاطر تکنیکال فولی بود که داور داد. حالا ریایی باید دوتا پرتاب آزاد انجام بده. اولین پرتاب وارد سبب میشه. چرایی رستمی رو میبینید که از بازی بیرون رفته. هر دو تیم هم همونجوری که تو تصویر میبینید محدودیت خطای تیمیشون به اتمام رسیده. با پرتابای کیوان ریایی نتیجه 48-47 میشه. سالیان هنوز صاحب توپه. سالیان یه استبک میکنه، پرتابش هم انجام و عجب سمتیازی زد ساله مرادیان. همین چهره 50-47 مظفری. رسول میره به سمت سبد، میاره بیرون. امیر صدیقی با قدرت میره به سمت سبد، فولگولی که میگیره رسول مظفری. فکر کنم خطای اصغر کاردوس اعلام بشه. بله اصغر کاردوس خطاش اعلام شد برای مس کرمان روی این بازیکنی که نفوذ کرد، یعنی صدیقی. حالا کاردوس و چماکوف و همراه خازنی سه خطا هن. یه بازیکن چهار خطا هم دارن، اونم علیرضا رستمی. امیر صدیقی پرتابگر، پرتاب آزاده، اولین پرتاب واقع تک پرتاب آزادش وارد سبد شد تا سه امتیاز از این حمله خودش به دست بیاره. مرادیان صاحب تو، مرادیان یه لحظه رسول توپشو میزنه. واقعا این رسول مظفری تو فاز دفاعی بازیکن فوق العاده ای رو واسه حمله ای که شک میگیره با مبین شیخی. جزه 53 وم رو به دست میاره. چماکوف 4 دقیقه پایانی آغاز شده. خطا روی چماکوف اعلام شد از امیر صدیقی. پشت خط پرتاب آزاد چوماکوف قرار بگیره. آیزا ویلیامز هم از بازی بیرون میره. ایگور چوماکوف اولین پرتاب رو از دست میده. آماده میشه پرتاب دوم رو انجام بده چماکوف. دوباره این پرتابش نتیجه رو 53-51 میکنه. مظفری، شیخی، آده مبین، دوباره مظفری، پریپتی، مظفری، پاسکاری پیرامونی از کورنر. شیخی این دفعه پرتاب میکنه، سمتیازیش نرفت و اصغر کاردوس به هر کیفیتی توپو جمع میکنه. مرادیان صاحب تو، مرادیان
میره به سمت سبد، مرادیان منطقه رنگی میاره بالا توپ برای ترابیخا، دوباره مرادیان یه تنه میره به سمت سبد، پرتاب نرفت در برگشت اصغر کردوس، یه فولگل دیگه، یه دو امتیاز و یه خطا، پریپتی بود که روش مرتکب خطا شد. یه پرتاب آزنان باید انجام بده اصغر کاردوس، حالا باید تک پرتاب آزادش هم انجام بده اصغر کاردوس. تمرکز بالا کاردوس، میبینید ده امتیاز هم به دست آورده تا به اینجا اصغر کاردوس، پرتاب نرفت تو برگشتم، دوباره بازیکن مس صاحب توپ میشن، فرصت برای اینکه اختلاف بیشتر بشه هست، صالح مرادیان 55 امتیاز، مظفری خازنی هم آماده میشه به زمین بازی بیاد، مبین شیخی، مظفری، رسول هنوز صاحب توپ، مظفری ریایی پشت به سبد، تو نبود میسم میرزایی داره بازی خوبی انجام میده کیوان ریایی، اینجا یه بار دیگه کسب امتیاز میکنه، برابر 55. اورادیان میره به سمت سبد، میاره بالا، فضای خوب برای چماکوف و تخلف گام های اضافه از ایگور چماکوف، یه حمله ساده رو از دست میده و یه ترنوور تو برگه آمار ثبت میشه برای چماکوف. مبین شیخی از بازی میره بیرون میره و جعفری از این لحظه به جاش به زمین بازی میاد، اصغر کاردوس هم از بازی بیرون میره و کازنیه که به زمین بازی اومده، پذیرفته پریپتی، پرتاب انجام میده پریپتی، پرتاب نرفت و تو برگشتم با بدشانسی توپ خورد به صورت جعفری رو به بیرون رفت، چهره خسته اصغر کاردوس رو نیمکت دیدین، از خوبای تیم مس کرمان بوده، خازنی برای آذرشاه، تو میرسه به مرادیان، یه لحظه اشتباه میکنه، اومده توپو بزنم، موفقم بودم بازیکن تیم شهرداری گرگان، زد حمله به سمت سبد و اشتباه مرادیان باعث میشه تا بازیکن گرگان توسط جعفری کسب امتیاز بکنن. لحظاتی من آذرشاه رو مرادیان صدا میکردم در طول گزارش که از همینجا عذرخواهی هم میکنم، آذرشاه منطقه رنگی میاره بیرون، مرادی خواه پرتابی که انجام میده و توپم وارد سبد شد، ترابی خواه و امتیاز 58. توپ در اختیار داره ریایی، پشت به سبد خازنی ازش دفاع میکنه اما دفاع بیفایده است و امتیاز به دست میاره، دوباره مرادیان بره به سمت سبد، میاره بیرون آذرشاه، نفوذ انجام میده آذرشاه، این دفعه ترابی خواه میبینه، بازم پرتاب، پرتاب این دفعه نرفت تو برگشت چماکوف، توپ از سبد در اومد، نزدیک بود یه فول گل دیگه بگیره تیم مس کرمان این دفعه توسط چماکوف، اما این اتفاق رخ نداد، پرتاب آزاد رو باید انجام بده چماکوف، از بازی هم بیرون میره آذرشاه و زمینی بازی برگشت آیزا ویلیام، سه خطا رو میبینید انجام داده چماکوف و تا به اینجا هم 14 امتیاز رو به دست آورده، میره سراغ پرتاب بعدی و امتیاز 15 هم ثبت شد، به مرز 50 ثانیه پایانی رسید در کوارتر سوم، ریایی، جعفری، مظفری یه دریبل میزنه، پرتابی که انجام میده، سه امتیازی از رسول مظفری، 62-60
برابر پای یا پای نزدیک و جذاب. هفته چهارم رقابت لیگ برتر بسکتبال، جدال شهرداری گرگان و مس کرمان. بازم رسول صاحب توپ میره به سمت سبد، بدون خطا توپشو میزنه مدافع تیم مس کرمان. توپ این چهره رسول مظفری. حالا سروش خادم حسینی میره توپ از پلهایی که رفت پایین بیاره بالا تا کار رو دوباره به جریان بندازن. این پرتاب فوق‌العاده رسول مظفری بود، ممنونم از همکارانم در واحد سیار مستقر در مجموعه ورزشی آزادی. ریایی برای پریپتی، 10 ثانیه ساعت بازی، 9 ثانیه ساعت شد. پریپتی، ویلیامز مقابلش، خوراکش این صحنه. پریپتی از کورنر پاسو میرسونه برای جعفری، توپ نرفت. 3 ثانیه، 2 ثانیه، ویلیامز پرتاب، باید خودش پرتاب میکرد اما پاسو داد به تورابیخا و همین پاس اضافه باعث شد زمان بازی هم سپری بشه تا کوارتر سوم با نتیجه 62-60 به سود تیم شهرداری گرگان به اتمام برسه. دو تیم میرن به سمت مربیان خودشون تا استراحتی کنن و برگردن به زمین مسابقه برای آغاز بازی در کوارتر چهارم بازی. پریپتی رو میبینید، آدم تو این بازی امتیاز آورترین بازیکن تیم خودش بوده. 23-15 کوارتر اول، 19-14 کوارتر دوم، 26-25 کوارتر سوم. نتیجه‌ای که تا به اینجا برتری 62-60 شهرداری گرگان رو یه تابلو رقم زده. پذیرفته ریایی، پریپتی، مظفری و جعفری برای شهرداری گرگان. تورابیخا، خازنی به همراه ویلیامز، چوماکوف و مرادیان برای مثل کرمان و آغاز کوارتر پایانی بازی. پریپتی همین اول بازی تو کوارتر چهارم خطا اعلام میشه روش. رسول مظفری باید آغازگر بازی باشه. پریپتی صاحب تو، پریپتی هنوز توپ در اختیار داره. 3 ثانیه رو ساعت شوت. پریپتی بازم همون شگرد همیشگیش، اما پرتاب نرفت در برگشت. کیوان ریاییه که موفق میشه امتیاز به دست بیاره. 64-60 ویلیامز منتظر میشه تورابیخا بهش نزدیک بشه، حالا پاسو میده تورابیخا برای چوماکوف سمت سبد. چوماکوف، ایگور چوماکوف، پرتابش نرفت، یه لحظه فریب داد ریایی رو اما دقت پرتابش پایین بود. از این رفته گه میداره کار رو، توپو میرسونه برای
رسول مظفری. یه بار دیگه پریپتی میره به سمت سبد. پریپتی دوباره بازی نگه میداره. خطا اعلام شده. تو امتیازم قبول میکنه. سروش خادم حسینی داور اول بازی. آذرشاه دوباره به زمین بازی بر میگرده. یه پرتاب آزادم بعد انجام بدم بازی کنه. شهرداری گرون و پریپتی این نفوذی بود که انجام داد. اینجوری امتیاز آورد و یه پرتاب آمد انجام بده. وقت استراحتی که درخواست شده. 8 دقیقه و 56 ثانیه. 66-60 اختلاف بعد 6 میرسه برتری با شهرداری گرگان. بزن این کاورج کنه. بیاد تو کاورج کنید، مجبورش کنید پاس بده نفر بعدی. هر زمانم یارت بیل کرد رفت پایین، شما سریع رو توی کاورج بازیکن ترکت بیا یار تو تحویل بدی. بقیه هم سیما الان خوبه، بیا شارژ بدی. آفرین. نه نه بیا بش شارژ بدی. هوپ پاس بکر. اوکی؟ ناو این آفنس. ای وی نید ای گو. ناو وی نید پیک اند رول پاس اینسایدی تیم. اوکی؟ وی نید دت. اوکی؟ وی کن دو دایموند اور play one. When you get the ball in the top, please reverse the ball. If somebody will open up. Yeah, set a screen, go to the corner, then you play the thing. Pass through. Team. Yeah, that's all. برمیگردن دوتا تیم به زمین. پریپتی باید تک پرتاب آزاد خودش رو انجام بده روی خطایی که تو صحنه قبل روش اعلام شد. سباده پذیرفته با کیوان ریایی. تک پرتاب پریپتی هم وارد سبد میشه. 67-60 مرادیان. برای کاردوس. اسخر خودش صاحب توپه. میره به سمت سبد. اسخر کاردوس پاسش خیلی بد بود. برای ترابی خوابش نرسید. زدمله جعفری تنه میره به سمت سبد اما خطای اسخر کاردوس اعلام میشه. خود اسخر کاردوس که اعتقادی دوباره به خطا نداره. حالا 4 خطایه میشه اسخر کاردوس. روی این صحنه